ببین بازی ما چیکار کرده؟ ما رو شرمنده کرده، چه صبحانه به پا کرده. بازی کاش میذاشتی ما یه روز صاحب خونه میشدی و از شما پذیرایی میکرده. کجای بازی؟ 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 سلام آقای رفایی. سلام آقا پسر گل، امروز زود اومدی؟ بله. چرا؟ مادر بزرگم که سرخیز باشه کابراما بشه. ولی امروز تعطیله، تو هم میتونستی خونه باشی و به کارهای نیمه تمومت برسی یا استراحت کنی. برداشت نیستم، مثل کار من. کار تو؟ آره دیگه، اگه تو ملی واکسی بشه کفش خاکی میدین چی میشه؟ نه چی میشه؟ سهل به اعتماد. من دوست دارم یه واکسی خوب بشم. شما قبل از اینکه یه واکسی خوب بشی یه پسر خوب هستی. شوخی میکنی؟ بیا برگرد. شوخیم چیه؟ اینا همه میگن شما بیا آقای رفایی خوب هستی. ممنون، خدافظ. خدافظ. سلام باجی. سلام باجی، صبح بخیر. صبح به این زودی کجا رفته بودی؟ مگه نمیبینی رفته بودم نون بگیرم. الله رو نارم هستم. فقط همین دست درد نکنه؟ خیلی خوب، پاتم درد نکنه. با این حرفا دردی دوا نمیشه. چرا؟ برای که هر وقت تو صبح زود بلند شدی رفتی نون گرفتی و صبحونه آماده کردی ها، اینجوری درد دست پای ما دوا میشه. با این حلوا حلوا دهنی شیرین نمیشه. بد اخلاقی نکن، بیا صبحانه بخور خوش اخلاق شو. ما صبحونه رو خوردم، خوش اخلاقم هستم. پس سر این آدمای صبحانه نخورده حرف میزنی؟ چرا؟ از نظر خوش اخلاقی میگم دیگه. بلند شو، اگه صبحونه نمیخوری جمع کن الان مسافر می آبرومون میره. برای چی آبرومون میره؟ برای که لنگ زوره، ولی بساط صبحونه تو هنوز پهنه. بذار یه لقمه از اون نون تازه بخوریم. پس اون نونو خریدی برای چی؟ ها؟ میخوای بیات بشه زور بخوریم؟ آدم بی‌دقت آدم تازه پیداش کردی. ببین آدم از زندگیش دقت داشته باشه. آره برو برو، آدم بی‌دقت مثل دریا نمونه که آب نداره. دریا که آب نداره میشه دیگه، دریا نیست، مثلا کویره، سرزمینه. خودش کمک کرد دست من برمیاد. بله بله، اتاق لطفا. این اتاق آروم رو به خیابون نباشه لطفا. خواهش میکنم مدارک شناساییتون لطف کنید. افسر شناسم ها. اوه من باز چی شده؟ هیچی، جا گذاشتم شناسنامه. خوبه خود تو جا نذاشتی. میگم حواس نداری همینه دیگه، همیشه کارا رو نصف نصف انجام میدی. نمیشه یه بار امیدوار بودی یه کار تا آخر انجام بدی. چرا من باید همیشه همه چیو جمع کنم؟ خب خودت جمع میکردی. بر حسب اتفاق جمع کردم و شناسنامه رو با خودم آوردم، چون بعد 4 سال همکلاس بودن و 2 سال همکار بودن و 1 سال ازدواج دیگه این موضوع دستم اومده. چه موضوعی؟ این موضوع که من تنهام، تنهای تنها، همیشه حواسم به همه چی باید باشه اما کی حواسش به من؟ خدا عالمه. خیلی خب مطلق نگو مانی جان. ببخشید میشه لطفا کلید اتاق لطف کن؟ بله خواهش میکنم. بفرمایید. طبقه اول سمت راست، اتاق 101. مانی جان من یه مقدار خستم، میرم بخوابم. میخواین کمکتون کنم؟ نه ممنون، خودم پیدا میکنم. اینم از اون حرفاست. الان میره بالا، بعد برمیگره پایین که من پیدا نکردم که کمکم کنه. بس بابا بس خودم هم بیاد باور. ببین آدم دقت داشته باشه به زندگی، زندگی بی دقت به درد نمیخوره که مغز اون میره کامپیوتر. والله چه ارز کنم، دقت خیلی مهمه دیگه. اونم تو کار ما که همه چی باید دقیق باشه، این کامپیوتر کار کنه. من به آدم بی دقت اصلا نمیفهمم چرا یادم باید بی دقت باشه. ببینم این فایل میکرو کنترلر رو کجا ریختی؟ عزیزم ما تازه از راه رسیدیم، پاشو یه آیه به سر صورتت بزن، یه چای بخوریم بعد با هم شروع می‌کنیم. میدونی اگه این دوره قبول نشیم چند سال زندگیمون علکی از دست دادیم؟ مانی بیخود شلوغش نکن، همه چی مرتبه. تا پس فردا صبح باید مدل رباتامون تکمیل بشه افسانه. تو هم به جای تنبلی پاشو مدل این سنسورهای دوتایی که پیدا کرده بودیم و در بیار تا امشب بتونیم مغز رباتا رو تکمیل کنیم. من اطلاعاتو پاک کردم. تو چی کار کردی؟ من مدل سنسورهای دوتایی رو پاک کردم. تو یه آدم خودسر دیوونه هستی.
هستی؟ برای توضیح میدم مانی. چی رو توضیح میدی؟ تو همه چی رو خراب کردی؟ من چی رو خراب کردم؟ تو خودت هم خوب میدونی مدل سنسورهای دوتایی به درد کار ما نمیخورد، به خاطر که باعث میشد حرکات ربات زیگزاگی بشه، از کنترلمون در بیاد. ما به سنسورهای بیشتری احتیاج داریم. حرفای خنده‌دار میزنی. چقدر ما وقت داریم واسه برنامه‌نویسی مجدد؟ من برنامه‌شو نوشتم. از کی تا حالا برنامه‌نویسی می‌کنی؟ افسر گاهی اوقات آنچنان اعصابمو خرد می‌کنی که دوست دارم از دست تو کلمو بکنم. مانی برای چی؟ میگه برای چی؟ انگار تو جلسه امروز نبودی و نشنیدی که همه گروه‌ها دارن رو مکانیزم حرکتشون کار می‌کنن، نه روی ساختار. اون وقت من بیچاره توی یه مسافرخونه نشستم و به تصمیمای رویایی زنم گوش می‌دادم. بعد من به آینده امیدوارم؟ تو امیدوار نیستی. تو یه آدم مالی خولیایی هستی که تو هپروت زندگی می‌کنی. من فکر همه چیزو کردم. حق نداری تو این موضوع اظهار نظر کنی. اگه مشکل از سازه ربات باشه چرا، حق داری، اما در حیطه کاری من حق دخالت نداری. این دخالت در حیطه کار تو نیست. پایداری جزی از ساختار ربات و مربوط به ارگونومی ربات میشه و این در حیطه مسئولیت منه. من همیشه باید چوب این خودسریایی تو رو بخورم، اونم الان که دو روز بیشتر وقت نداریم. عزیز من فکر همه چیزو کردم. همون موقعی که فیلم مستند رو فرستادم برای مسابقه، تو کم طاقتی. تو حتی نتونستی سایز رباتو به اندازه استاندارد برسونی. الانم که یه مشکل تازه، قبول کن که این با مخ میزنتمون زمین. ببین، درسته که سایز ربات به اندازه استاندارد نیست، اما اگر در حد قابل قبول نبود که بهمون کوالیفای نمیدادن. اون به خاطر مقالمون بود، نه به خاطر سایز رباتا. تو بدبینی. من بدبین نیستم، اما تو مهندس مکانیک قابلی نیستی. ببین، داری سرکوف میزنی مانی. دارم چشماتو باز میکنم. آدم با چشم بسته زندگی کنه بهتر از اینه که کوردل باشه. حاضرم کوردل باشم تا مسئولیت پذیر نباشم. منظور چیه؟ منظورم اینه که اگه یه دقیقه دیگه اینجا بمونم از دست تو دیوونه میشم. مانی کجا داری میری؟ میخوام برم ببینم با این مصیبت چطوری کنار بیام. چیکار باید بکنم؟ خدا، همین مصیبت که تو پیش آوردی، من خود سریعی که کردی و من نمیفهمم چرا این کارو کردی. اون درست نمیشه. اون درست نمیشه. فایلو پاک کردی، دیلیت کردی، من چیکارش کنم؟ اصلا تو مهندس کامپیوتری؟ بس کامپیوتر چی میفهمی؟ دو تا فایل ولید باز کردی، دو بار کامپیوتر باز کردی، چهار بار باز کردی، ده بار باز کردی. من تمام زندگیم کامپیوتره. من چه سر صدایی راه افتاده؟ اینا چه خبرشونه؟ هیچی، یه زن و شوهر جوون ها یه روبم بیشتر نیست که رسیدن. خدا به داد اون برسه. چند روز قراره بمونن؟ نمیدونم. تو برگش بر من نظر بدی. من ندارم میدم، مثلا نمیخوام بمونم اینجا. میرم. دارین تشمی بری؟ از نظر شما این ردی داره؟ نه قربان، فقط سوال کردم. من میرم. وی دیگه کیه؟ با یه من اصلا هم نمیشه خوردش. تلویزیونی یه ذره بچرخون منم ببینم. فقط یه چیزی خوبه؟ دست شما درد نکنه. آدم سرشناسیه. اگه شما بفرمایید. خسته نباشید. اتاقتون خوب هست؟ تونستین استراحت کنین؟ بله ممنون. پس بفرمایید بشینین تا چای دم بکشه. بفرمایید. لطف میکنی. شوهرتون هنوز نیومده؟ نه ظاهرا که هنوز نیومده. کنارش نباشه. میگو ماشاءالله شوهر بد اخلاقی دارین ها. نه بد اخلاق نیست، به خاطر ددلاینه که اینجوری شده. بعد بیماریه، انشالله خدا شفاش بده. واگیر داره؟ نه ددلاین بیماری نیست، یه جور موزل کاریه. بازی؟ میگم شما چه کاری داری که اسم موزلش اینقدر سخته؟ ما در واقع فوتبالیستیم. شوخی نکن. نه کاملا جدی میگم. به حق چیزایی نشنیده. زنی گفتم، مردی گفتن. ببین، من و شوهرم و همراه 4 نفر دیگه از اعضای جدا نشدنی یه تیم فوتبالی. اینو دیگه منم میدونم، هیچ تیم فوتبالی 6 نفره نیست. چه توی زمین چمنش، چه تو سالونش. چرا، یه جور دیگه هم هست که با ربات‌های هوشمند برگزار میشه. من و شوهرم در واقع طراح یه دونه از این تیمایی. آه،
آدم آهنیه میگه. بهش آدم آهنی هم میگه. شنیدم باهاش مسابقه میدن، مثلا مسابقه فوتبال و دو امداد و... اینو بازی بچه ها میمونه. نه بابا، کلی باید درس بخونی روش کار کنی تا راه بیفته. یعنی تصدیقشو به همه نمیدن؟ خیلی سواد میخواد، مثل این خانم و شوهرش. حالا ما باید خودمونو برای مسابقه آماده میکردیم، متاسفانه این مشکلی برام پیش اومد که ممکنه مسابقه نرسیم. به خاطر همین شوهرتون ناراحت بود؟ ایشاله که مشکلتون حل بشه. رضا چایی؟ ای وای یادم رفت، ببخشید حواسم نبود. ببخشید، ما با اجازتون میرم میخوابم. شب بخیر. شب بخیر. سلام، دیر کردی. میگم منم شب نخوردم تا تو بیای. الانم که همه جا بسته است، میخوای بگم آقای سعادت یه چیزی برامون درست کنه. سلام آقای ملک. سلام آقای سعادت، شما خانم منو ندیدین؟ چرا صبح زود رفتن بیرون؟ کجا؟ نمیدونم، تا صبح اینجا نشسته بودن و داشتن کار میکردن. گفتن شما شام نخوردین، حتما براتون صبحونه بیاری. منو بذارش اونجا. فرما. تا میل میکنی خانمتونم رسیده. وای سلام، چه به موقع رسیدم، داشتم از گشنگی میمردم. الان براتون چای تازه دمیارم، نوشی جون کنین. دستتون درد نکنه، نونه تازه. ما که هیچ وقت فرصت نمیکنیم نونه تازه بگیریم. نوشی جان، تازه غیر از خوردن حرف دیگه هم داری که بزنی؟ دارم، حرفای خوبم دارم، ولی بعد از صابونه. همین، هیچ برام نیست. بتالت بتالت بتالت، تمام زندگی داره اینجوری میگذره. به کنترل خودمون سر صابونه اصلا حوصله ندارم. نزن چی داری؟ هیچی. نه حوصله، نه منطق، نه یه خورده انصاف. تو داری؟ انصافو میگم ها، هیچ وقت به منم تو زندگیت فکر کردی؟ تو اصلا میذاریدم به چیز دیگه فکر کنه؟ ماشاءالله انقدر خراب کنی تو زندگی میکنی که اصلا دارم نمیتونه به چیز دیگه فکر کنه. نه دیگه خسته شدم مانی جان، از تو، از خودم، از اینکه همیشه باید در مقابلت احساس شرم کنم. ببین تازه شرم میکنی واسه زندگیمون اینه، شرم نکنی ببین دیگه چی میشه دیگه. میدونی من شدم مثل کارمندی که رئیسش ازش توقع داره 24 ساعته کار کنه. هیچ وقتم تشویقی در کار نیست، فقط توبیخه. ما اول همکار بودیم، بعدن با هم ازدواج کردیم. اینی که دیگه یادت نرفته؟ نه یادم نرفته، ولی الان دارم میخواد اول همسرت باشم بعد همکارت. من کم آوردی، کم آوردی، من کم آوردیم. من برای چی؟ من این کار از اولشم در حد تو نبود. هم دنبال بهونه میگردی که ازش در بیای. من دنبال بهونه نیستم، ولی میخوام در برم. نه از مسابقه روبوکاپ، بلکه از دست تو. کی بازنش اینجوری رفتار میکنه؟ واقعا خجالت داره. ببین بابا، آقا. بله آقا سعادت، میگفت شما فوتبالیستی. هم آره هم نه.
شما چجور فوتبالیستی هستین که کفشاتون واکس خورده؟ فوتبالیستی که همشون که کفش کتونی یا ورزشی ندارن، همش که گاهشون هم کفش چرمی دارن. من خیلیشون رو دیدم. کجا دیدی؟ تو تلویزیون همشون هم کفش ورزشی داشتن. خب من آره شاید، ولی من از اون فوتبالیستی که تو فکر می‌کنی نیستم. من یه جور ببین متخصص سیستم روبوکاپ. بله بله شما. آقای سعادت میگه شما تو سالن بازی می‌کنی نه تو استادیوم. راست میگه. فوتسال، اسمش فوتساله. آفرین پسر، آفرین. تو فایلای زیادی تو مغزت داری، بعدا میتونی مهندس کامپیوتر بشی. من دوست دارم فوتبالیست بشم، اما هیچ وقت تو سالن بازی نمیکنم. چرا؟ دوست دارم دو زمین چمن بازی کنم، تو پای بایی شوتو برگردون بذارم تو دروازه. آفرین، آفرین پسر، آفرین. خیلی خوب. من برگردون خیلی دوست دارم. دوست دارم یه برگردون بذارم تیر رنگین کمون درست کنم تو آسمون. واکسی نشی؟ نه، اشکال نداره. علیکم سلام. بفرمایید، اینم کلید اتاقتون. مای خانمم توی اتاق نیستن؟ نه خیر، تشریف بردن. کجا؟ تشریف بردن شهرتون. خسته بودن. خیلی خسته بودن. ولی چرا حالا که ما برگزیده شدیم؟ این برای شما کافیه؟ کافی نمیدونم، فقط میدونم که ما به مسابقات جهانی راه پیدا کردیم. این آرزوی خیلی عتیماست. ولی آرزوی خانم شما این نبود. حداقل امروز صبح که میرفت. میدونست که ما برنده شدیم. شما که دیشب در خواب ناز بودی، او بیچاره داشت کار میکرد. شما چی کار میکردین؟ خب توی هر زندگی پیش میاد، مهم اینه که ما برنده شدیم، اونم در کنار هم. ولی این موفقیت رو اون دوست نداشت. خب برای چی؟ به خاطر شما. من میرم وسایلمو جمع کنم. باید برم. رضا جانم بچی میره دنبالش. دارید میرید؟ ها آره. اما میدونم که بر میگردید. چطور؟ آخه شما دوست دارید تا آخر راه برید. تو از کجا میدونی؟ اینو خانمی که همراهتون بود میگفت. ها دیگه چی میگفت؟ گفت که شما یادتون میره که بعد سر قرار با کفشای واکس داده برید. آره درست میگه. حالا کفشتون رو واکس بزنم. ها خب یه قرار مهم دارم، بعدم نمیاد. جورم هم کثیف نکنید. برای ما یه فوتبالیست رو دیدم که داشت گریه میکرد. کجا دیدی؟ تو تلویزیون. حتما تیمشون باخته بوده گریه میکرده. اتفاقا برعکس، تیمشون برده بوده که داشت گریه میکرد. تیمشون برده بوده؟ من تا واقعا فکر کردم که فقط باختنه که گریه داره، بعد فهمیدم نه، بردنم گریه داره. آره بردنم گریه داره. گریه داره. آقا یکی کفشون رو واکس دادن. تازه پا